مگه کی یک دوست رفت خب پیش قاضی شکایت کرد گفت فلانی اینی تو راست اینی تو راست اینی تو راست حق و حقوق مرا خورده چطور چنان قاضی گفت والله تو راست میگی این نفر دیگه آمد گفت نه سایی بی راست نمگه اینی تو راست اینی تو راست اینی تو راست او به حق نیست ما به حقم گفت عزیز تو هم راست میگی نفر سیوم اونج خبرنگار چیشته بود گفت سایی چطور ممکنه که او هم راست میگه ای هم راست میگه قاضی سایگه سایگه گفت تو هم راست میگی دیگه حالی هم امیدوار استم که هر کس هر جواب بگویه ایشان در قسمت بخشیش پوینت یک ذره سخاوت نکنه که آخرش باقی نهیم تشکر خب ما سوال را شروع نیم خیلی آسان است عزیزا ما اول پرسان نم میگم که انجمنی داریم ما شما به نام انجمن کاتب در افتتاحی از این انجمن یکی از دوستا توضیحات زیادی داد که چرا به کاتب مسما شد نام انجمن چرا کاتب گذاشته شده اینمی بیاد کی هسته کی میتونه جواب بگویه شما انتخاب کنید که کیه از این طرف شما دست خود پا نمیکنین نه که به خبر هستین شما از افتتاح انجمن کاتب به هر حال اسم شما چی هست؟ ابوالفضل ابوالفضل جان ما برای شما اول چانس بدیم شما پاسخ بگوین دوارستان خوش خب مثل که عزیز متوجه سوال نشده انجمن کاتب خب سرخوش صاحب تشریف داشت برای ما و شما دنبوره نواخت ما گفتیم که نام انجمن کاتب از کجا شده چرا نامش رو مانده انجمن کاتب خود کلمه کاتب چی معنا داره و چرا نامی از این انجمن ما و شما انتخاب شده نفر ببخشید نفرای که دست خود بالاکت دوباره بالا داشته باشه تا ما بفهم کی کی بود از این طرف یک نفر چانس گرفته از اون طرف اشرف جان شما بگوین کاتب یکی از تاریخ نویسان هزاره بود که در البته در زمانی فکر کنم عبدالرحمن بود نه یکی از تاریخ نویسان بسیار بزرگ هزاره که چندین کتاب نوشته کرده درباره تاریخ افغانستان این نام هم از امو خاطر گرفته شده چون یکی از مشهورترین عالم هزاره است دیگه گفته میشه فیض محمد کاتب هزاره تشکر تشکر از دوست عزیز جوابش خوب بود البته یک گپ باید یادآوری شوه که هر کس یک سوال گفت جایزه را نمیگیره چون اونجا پوینت جمع میشه که پوینت کی بیشتر میشه جایزه اول میگیره پوینت کی کمتر از دوم پوینت کی کمتر از سوم و کسایی که پوینتش کم است انشالله برای دفعه دوم آمادگی بیشتر بگیره تشکر از شما مقصد برای شما پوینت اونجا یادداشت شد دیگه سوال از این که در ساده تر است زندگی بسیار روزمره ما و شما که روزی صد دفعه در خانه یاد میشه هزاره ها که مردم ما و شما است در کجاهای افغانستان زندگی نه عمدتاً کجای افغانستان به نام خانه ما و شما است نه به نام سرزمین ما و شما و یک شهر بسیار مهم ما و شما داری که سر زبان ها خیلی زیاد است نام همون شهر کدام اینه میره کی مگن؟ هفت نفر فعلا دست خود بالا کرده و از یک نفر ما این دفعه چانس میتیم برای شما نفر اول مایکروفون داده جان لطفا نام خودم بگوین نام من زهره است نام من زهره است سهره جان شما بامیان نام شهر بامیان است و غزنی هزارستان جواب درسته تشکر تشکر از زهرا جان به حساب موقعیت جغرافیایی هزارستان ما و شما
یا هزارجات در مرکز افغانستان است، هرچند هزارها در کل افغانستان پراکنده شده، ولی هزارجات به عنوان خانه اصلی هزاره ها حساب میشه و او شهر مشهور و مهم ما و شما بامیان هست. تشکر از ایشان، جواب درست است. همینج بجزا کسایی که کدام این معلومات اضافی دارن، کسایی که پاسخ درست میشنون ولی کدام معلومات اضافی دارن، ما برش نیم پوینت اضافه میتیم اگر معلومات اضافی خوبتر بگوین. در اون صورت اونا باید دیز خود بالا کنن تا ما فاکو بکنیم. تشکر. سوال بعدی. خوب است، اینا هرچند سوال خیلی ساده است ولی یک کلی به سوی آینده میشه که شما در رابطه با هزاره و هزارجات بیشتر بخونیم. نه این دفعه پرسان منیم که پنج چهره سرشناس هزاره را از خانم ها و مردا فقط نام بگیرین که کی هستن. پنج نفر باشد و او پنج نفر باید زنده باشه، فعلا وجود داشته باشد و فعالیت باشد. پنج نفر مشهور، حالا خود آقای فرزاد نگوی نشانم از مشهور هست ولی خواهش میکنم چیز پنج نفری که فعلا در صحنه هست و زنده هست، حیات هست. اگر دوستا زودتر دست خود بالا کنن چانس میگیرن. مثل که وقت گذشت و مینا جان دستش بال بود. مینا جان بفرمایید. محقق خلیلی، سیما سمر، بشر دوست، داوستر خوش، پنج داشت. درست. تشکر. پوینت دادین برشون؟ بله. چهره اخیر را که شما داود سرخوش گفتین، ما البته کاملا دقیق و درست است. ما به پیش خود حبیبه سرابی را به خاطر که برای شما معلومات بیشتر داده شوه، حبیبه سرابی را انتخاب کرده بودیم چون ایشان یکی از چهره های سرشناس افغانستان هست، یک خانواده بسیار سرشناس سیاست در افغانستان است و فعلا یک آدمی بسیار پرتلاش، موفق و زحمتکش است که والی بامیان است و به شدت برای مردم ما در بامیان کار نه. تشکر از شما. سه آوازخانی هزاره را نامش بگیرین، یک یک باید از او را خالی زمزمه کن. داود سرخوش، تقی خان، فردین فریاد. خواندن داود سرخوش سرزمین من، تقی خان مغل دختر و فردین فریاد توکی موری. آیا شما گفتیم که تشکر، منظور شما یعنی زمزمه کردن بیتش بود یا عنوان آلبومش؟ اینا بیت لطفا شما بیت زمزمه کنید، نام آلبوم رو نگوییم. تو که موری من اینجا چی کنم یار، دیدون نظر با کی کنم یار، سرزمین من خسته خستم. بگه کلو شیرینی نوربندی آقل نمپا کاملا درستم. با افتخارشون کف بزنین. تشکر. نامتان تو باشم. نام من جمیله. جمیله جان تشکر از شما. خواهش میکنم. تشکر از شما. یک جان تشکر. امین جی لاله جان یک معذرت، ابوالفضل شما دستان بالا بود. ما گفته بودیم کسایی که بعد از پاسخ درست دستش هنوز بالا باشه یعنی که اونا معلومات اضافی داره. اگر شما فقط از این سه خواننده سه بیت زمزمه کنین شما نیم پوینت میگیرین. فردین فریاد، داوستر خوش، تو کموری بگو کهی میایی و شما گلو نایی میایی. آفرین.
سرزمین من خسته خسته از جوای سرزمین من. آفرین آفرین آفرین. شما نیم پوینت بردین، تشکر از شما. خب ما سوال آخر دمی بخش است، او هم از همه که آسان تر است اگر آدم متوجه زندگی روزمره بوده باشه. ما در سوال نوشته کردیم دو تن از فعالان زنی هزاره که بسیار شناخته شده است کیه؟ یکیش پیشتر گفته شد، حبیبه سرابی وظیفهش هم گفته شد، ازوش میگذاریم. یکی دیگهش هم نامش گرفته شده، یک کسی پیدا شده بگو یکی امو چی وظیفه داره فعلا و امو سمتی که او داره، وظیفه ای که داره مربوط به چی میشه، یک کمه که در مورد معلومات بدیه. هر کسی که حاضر است بفرمایید. دوستایی که پاسخ دارن دست خود زود بلند کنن تا برای کسایی که چانس داده شده بود اونا مستحق چانس خود بودن، بفرمایید شما. سیما سمر و حقوق بشر. حقوق بشر کم تشریف و وظیفه حقوق بشر چیز چیکار نمونه؟ رئیسم امی سوال شما تکرار کنید برایشان تا کمک شود. جواب درست گفت دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر. ما تقاضا دارم که کمک بیشتر توضیح بدیم در حقوق بشر در این کمیسیون چی کار مونه دکتر، به عنوان رئیس چی کار نستن، در این کمیسیون برای چی هستن، اگر بیتونین بگوین خیلی خوب است، اگر نه خیر. تشکر آزاده جان. تشکر شما. نام خود بدمه آزاده. آزاده تشکر. خب کسی در این میان است که در رابطه به حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر توضیح بده؟ از این طرف دو نفر دستش بالاست، شما دست خود بالا نگده بیدیم. نه او دست بالا نگده، دست کچ کده، ایت ما نمیده که بیدی. به هر حال ایشان جواب گرفتن میکرفونه. نه ایشان دو چانس گرفتن، من ایناجان مستحق بود، ولی اگر شما دستان بالا بودم من ندیدم شما بگیریم، حق از اوناست. نام منیف دیگه سیما سمر کسته، دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون چیزه حقوق بشر. حقوق بشر یعنی کلگی از مو مردم، حقوق بشر یعنی که مثلا حقوق کلگی از مو مردم، یعنی از حقوق کلگی از مو مردم روی دنیا چیز مونه، حمایت مونه دیگه. نه اون فهم بیشتر از او. اگه مثلا کدام کس از هر مملکت میتونه مثلا در چیز در اف این که ما بگید در سازمان ملل میتونه چیز کنه، شکایت کنه. مثلا هر فرد حق شکایت داره، ولی آدم فردن شکایت نمیتونه. مثلا هر مملکت میتونه در چیز شکایت کنه در دادگاه بین المللی. شما یک نفر دیگر هم باید میگفتین در پلوی دکتر سیما سمر، درست را با وظیفهش او حبیبه سرابیه که چیزه ولی بامیان و کار یک والی هم چیزه دیگه، یک ولایت را اداره مونه به اصطلاح، کل کار یک ولایت دیگه تقریبا. از نظر شما درست است پاسخ؟ تشکر شما. تشکر شما. تشکر دوست عزیز. کمیسیون حقوق بشر یک کمیسیون بسیار تازه پا و نو است برای ملت از مو، برای وطن از مو. متاسفانه ما شما با حقوق بشر بسیار کم آشنایی داریم. خب بعضی ملاحظات و مشکلات خاصی سیاسی و اجتماعی در افغانستان بوده قبل از این که باعث از این شده که ما و شما از حقوق انسانی محروم بوده باشیم، از جمله خود ما و شما.
ما خوشنیستم که اینقدر کلمه هزاره و هزاره و هزاره را به این جملات خوب بیارم، ولی خب دلیل داره، چون قبلا زبان ما بریده بوده، یعنی حقوق طبیعی ما که سخن گفتن بودن، نفس کشیدن و زندگی آزاد بوده از ما گرفته شده بوده، ولی فعلا ما در یک فضایی هستیم که کس زبان ما را نمیبره. ما میتونیم که در رابطه با حقوق خود، شناخت خود، فرهنگ خود، شخصیت های خود آزادانه صحبت کنیم. خب کمیسیون حقوق بشر کمیسیونی هست که به عنوان زبان بیچاره و مظلوم است، به عنوان زبانی که حرف بیچاره و مظلوم را میخواد فریاد کنه، از حق و حقوق ملت دفاع کنه در مقابل یک تعداد حاکمای بدبخت روز، حالا در هر کشوری که باشه. تشکر از شما. ما کم دوباره بیشتر از دوباره سیما سمر انفرمیشن دارم. سیما سمر در کویته پاکستان چندین اسپیتال دارد به نام شهدا به نظری. دیگه یک مکتب به نام لیسه نور هم در کویته و در افغانستان نیستم در لیسه آریانا میگم. دیگه در جاغری هم بوده. تشکر شما. تشکر. تشکر. تشکر از خواری گلمو. خب در رابطه با کمیسیون حقوق بشر دکتر سیما صحبت کردیم، و الا قبل از این ایشان وزیری به عنوان اولین وزیر زنان بود افغانستان، و پیش از او ایشان به عنوان یک نهاد مستقل به نام شهدا اورگانایزیشن بودن، یا اورگانایزیشن که با زبان خودش 25,000 شاگرد داشته، ای از لشکرگاه و قندهار شروع تا جاغوری و بامیان یا کاولنگ شمالی حتی، که در یک مصاحبه که ما از خودش ثبت کردیم مستقیم از دیار یک پخش شد، از زبان خودش ثبت کردیم، مگه که ما در سمت شمالی و چاریکار اینجا هم مکتب دارم و در مجموع 25,000 شاگرد زیر پوشش مکتب شسته که اونا مربوط دوره قبل از فعالیت حقوق بشر شده. خب تشکر. در یک بخش دیگه ما وقت ضایع نشه دوستان، دیست که در انگور نرسید مگه که تلخه، امی را هر کدام ما هر روز میشنوی، مانای امزی منظور امزی چیه؟ کی توضیح داده میتونه؟ دیست آدم که در انگور نرسید آدم مگه که تلخه، دیست که در انگور نرسید مگه که انگور تلخه، یعنی چیزی کسی که چیزی از توانش نباشد. بزرگ میگه که من جایی که بگه من نمیتونم، میگه که یک جور گفته میگه انگور تلخ است. خیلی کار است که از توان آدم نمیه. خب آدم خیلی کسا است که متاسفانه به عاجزی خود، خب به کمتوانی خود که اعتراف نه، چون میگه که اعتراف کلانترین جوانمردیه، ولی خیلی ها است اینوی جوانمردی رو نداره، اعتراف نه که من نمیتونم. خب طرف را ملامت نه، میگه که او اینی ترست یا ای او ترست، به هر حال گنار گردن طرف میندازه. یک دنه دیگه ضرب المثل است و خلاص از ضرب المثل موریم. آو را ندیده موزه خلود نکن. از اینکه این باید دوستان زودتر دست خود بالا میکرد، سونیا مستحق است که پاسخ بکنه. به نظر من این معنا رو میده که یعنی تا زمانی که نفهمیدی که باید چه کنی در موردش گپ نزن، پیش نظری نکن، اینا نیست، کاملا عجولانه کاری رو نکن. دقیقا. تشکر از شما. مگه که بود ما را دو تن اما وطن یک، زیبو چند و سخن یک. بود ما را دو تن اما وطن یک، وطن یک، زیبو چند و سخن یک. این میره کی مانانه کمک توضیح میده و مگه که امی از کی هسته؟ شعر به معنی است که گرچند ما به حساب از دو تن دو نفر هستیم یا سه نفر هستیم، چندین نفر هستیم، ولی از چندین قوم باشیم، ولی امو وطن ما یک هست، امو از افغانستانی، امو از هزار جات بگه از امونجا هستیم. تشکر دوست عزیز، خوب گفتی، دقیق گفتی. ای بر ما شما خیلی جالب است، البته سوال ننیم، ولی یک کسی یک دوستی صحبت کرد
گفت که در گمیت پرگرام پرسش و پاسخ در ایران برگزار شده بوده، باز پرسیده که کدام هنرمند دنیا است که گروه هنریش از یک نفر تشکیل شده؟ شاعر خودش است، نوازنده خودش است، اما آهنگساز خودش است و خواننده هم خودش است. جواب دقیق ازی بوده صفدر توکلی از افغانستان. صفدر توکلی، افتخار ما و شما. شاعر است، خوب میخوانه، دنبره نواز هم هست، آهنگساز هم است، چهره بسیار شناخته شده. کاری که او کتمی شعری، اگر از بامیان و قندهار کتمی شعر کده، کمتر هنرمند افغانستان کده باشه. این شعر یک فریاد بسیار خوبی وحدت ملی است که میگه فرق نمونه که ما اوغوزم یا هزاره یا تاجیک یا ازبک، ما دو تن هستیم ولی از یک وطن هستیم. زبان ما چند، سخن ما یک. مثلا ما در ازبکی اگر آیا مگه ما آبای مگه او مادر مگه او دیگه هم چی مگه مور. کلی مانای امجا چیز است؟ در حقیقت مانای کلی همین چهار کلمه پس مانا مو مادر یا آبای یا آیا است یا مور، که یک معنا یک کلمه یا زیبو چند و سخن یک. یعنی سراسر امزی شعر در باره وحدت ملی بسیار حرف کلانی گفته، معنای بسیار خوبی داره. تشکر. در این مورد اندمی قسمت سوال آخری از این بخش است. آقای فرزاد یک شعری هزارگی را انتخاب کرده در لهجه و زیبون هزارگی، یک خود چی میخوانه؟ خود چی میخوانه دوستا؟ شما بگوین که امی شعر چی معنا میده؟ و اضافه کنم که پیام شعر چی است، مفهوم شعر چی است و شاعر در این شعر برای مخاطب چی میگه؟ عنوان شعر است چی غم آمد بلیمو، وطندارا چی غم آمد بلیمو، کی گم شد در وطن گاو و گلیمو، روغون زرد آزرگی کجا شد، کجا شد شالکه و شالکنجلیمو، پاشوم و بارک و گلیم و نیماد، جراب و جرسیب و کلمولیم، و کجا شد خسته و بادام و چرمخس، کجا شد کشته و دیگه غلیم، و نه چپویا نه باغویا نه دیغو، نه ایغو اغلا اسپار و مالیم، و نه چپچور و کلینگ و بیل و پلکش، نه داس و نه دیسی پوراولیم، و چی غم آمد که هر جای خار سویا کد، دشت و دامو و سرشه و سربلیم، و نمو فامم کجا شد دست و پایمو، نمو فامم کنوم از کی گلیمو، از خو از پادشای خو یا خدای خو، یا کی از ریزه و کتل آلیمو، و تندارا باین که سر از امروز دکار پرتو کنی فکر و کلیمو، ممو فامم که هم زورشی داریمو و هم خیلی زیاد حوصلیمو، باین که جور کنی از سر دوباره زمین و خانه و باغ و قلیمو، با این یک جای شنیم که تا و ریزه که دیگه ظلم نتوانن بلیمو، که کس که دیگه کس ندیه یک انفجارمو، که دیگه کس نخواه زلزلیمو، که دیگه هر رقم که حق مو باشه اموتر حل نمایی مسئلیمو. یک سوال دیگه. خب سوال بسیار ریشخندی. امی خانواده شاعر چند نفر شمی نقشین نام شاد داره؟ خانواده شاعر امی ملکه را شویش بچ کنچی چند نفر شمی شناسین نام شد یاد داره؟ آه دینمار. خب ما هم اینجا هستیم، حالی هم اینجا هستیم، امزی جامعه میخواییم بفهم چی قدر شما شناخت دارین یا توجه دارین دقل سر اخبار اینا. نیلو بفرمایین شما. Prinsesse Mary, kronprins Frederik, prins Joachim og prinsesse Maria og dronning Margrethe og prins Henrik. در فولکتینگ در پارلمان دینمارک چند حزب سیاسی نماینده داره؟ نام همزی حزب رو بگیرید. البته آسان نیست. چیزه سوشیال دموکراتیو هست، کانسرواتیو، چیزه دانس فولکتی،
Radikale Venstre, Enhedslisten og Centrumdemokraterne også. SF. دیگه یک پارتی زیاد خوردم است نه من فهمیدم چی چیزه آه وینسترا وینسترا هم گفتم دیگه شما گفتین وینسترا یک پارتی خورد است درست نه 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 البته وینسترا زیاد مندت داره فولگ چین فعلا وینسترا 52 مندت داره 54 مندت داره سوشال دموکراتان چیل گفتم دیگه آره شاید سنترم دموکرات در اونجا شرکت نداره فکر کنم سی دی که بود یک پارتی بسیار قدیمی بود که حالی نیست اصلا تقریبا بگیم منحل شده خب سیست یکی از دیگرها را خود گفت سوشال دموکرات است و بین سقه است یک پارتی خورده که امور میگفت لیبرال الیانس است دیگه اسف است که سوشالیست است فول پارتی است دیگه این هز لیست است نولی بود گفتم اورم گفتیم باش که دیادیم به تقریبا افت پارتی است دیگه کلن امو آخرینش نوی الانس بود که او میگفت پارتی است از خاطر با سی دی که بود اشتباه بود فکر کنم اشتباه است سی دی فکر نکنم که یکی او آهنگی باش از بی باز از بی پارلمان نیست در پارلمان را پیدا نکده بله. سایی را پیدا میکنه که تقریبا 200 باشه دیگه 200 گرفته از بی هسته درسته ولی میمی یکوبسین بود و خلاص شد رفت تشکر کسایی که نمرای بلند گرفتند در اینجا جمع‌آوری شد و برازی که دوستایی که برنده جایزه شدن جایزه خود دریافت کنن ما اگر یک از بزرگا را خواهش کنم بیاین توفیقش برایشان بیتن اجازه هست از مادر بیگم خواهش میکنم که بیاین توفیق کسایی که جایزه اول گرفتن دوم گرفتن و سوم گرفتن برایشان بیتن و برآمدنشان کف بزنیم ما برای کسی که جایزه سوم بردن اول خواهش میکنم تشریف بیارن و جایزه سوم خود بگیرن لالا امید خواهش مندم که جایزه را شناسایی کنن و با همکاری هم تحویلش بدن با افتخار اشرف جان کف بزنیم و دوست دیگه ما که خوشبخت هستن جایزه دوم بردن و نفر دوم شدن ایشان خانم جمیله هست و ازشان خواهش میکنم تشریف بیارن جایزه خود بگیرن و افتخارشون کف بزنین و قبل از اینکه ما جایزه نفر اول اعلان کنم و نامش اعلان کنم ما از تمام از دوستا تشکر میکنم که لطف کردن تشریف آوردن پیام این کویز لالا امید برای کل شما گفتن از خود لالا امید تشکر میکنم از خودم کمک تشکر میکنم این کار خوب کار است و ما نفر اول سونیا جان اعلان میکنم بیان جایزه خود بگیرن با افتخارشان کف بزنید تشکر از دوستای شرکت کردن تشکر از حوصله‌مندی شما عزیزا موفق باشین تشکر از شما و از این پروگرام برنامه را جور کردین اید و بخش کلگی شما تبریک میگیم و خدا پدر و مادر و کلان و بزرگای ما و شما را قدرت و توانایی بده که جوانان را باید تشویق کنیم در آینده های بعدی و به تفاوت در مقابل اولادان نباشیم از اولادان از ما شما هیچ کدامش گناه نیه که اینا نه در افغانستان بودن و نه در هزارجاد و نه هزارجاد دیدن همینقدر که اینا توان چیز دارن ما باید زیاد خوش هم باشیم و راضی هم باشیم و توجه از طرف پدر مادرهایی که باید اولادها را تشویق کنه و همیشه توجه طرف اولادها باشه و تشکر از کلگی